و در نهایت میرسیم به قطعه ICN که قطعات دوزگیر، ایربگ، ایموبیلایزر، کروز کنترل و پاپ آف، اینها قطعاتی هستند که اطلاعات خودشون رو برای ICN یا پشت آمپر ارسال میکنند و از طریق ICN میتونن به بقیه اجزای مدار ارتباط داشته باشند. همونطور که در شکل میبینید کانکتور ABAB ما هم به قطعه CCN ارتباط داره و دستگاه دیاگ میتونه از اون طریق به CCN برای پیکربندی هر کدوم از اجزا یا خوندن خطا و دیگر موارد استفاده کنه. اگر که جایگاه نودها رو هم بخوایم در نظر بگیریم، میبینید که PDN در سمت پسنجر یا همون مهمان یا شاگرد، DDN در سمت راننده، قسمت ICN یا پشت آمپر ما در قسمت بالا، CCN در قسمت زیر اون و FN در قسمت داخلی قرار گرفت. عملکرد سیستم شبکه کنی که در خودروی سمند و سورن وجود داره با 206 تقریبا یکسان است. پس بنابراین موارد ABAB هم که در خودروی 206 خدمت دوستان عرض کردیم بر روی سمند هم صدق میکنه، با این تفاوت که در خودروی سمند یا سورن ما شبکه ون نداریم، فقط شبکه کن داریم. دیگه میدونیم که در شبکه کن هر دوتا اون فیلد یا اون باسی که برای ما وجود داره باید ارتباطش برقرار باشه. در صورت قطع شدن یکی از اون مسیرهای ارتباطی ما دیگه شبکه کن رو نداریم و خود رو به حالت مود استراری میره. باید نگاه کنیم ببینیم که ارتباط کدوم یکی از شبکه ها قطع شده که این از طریق سیمکشی میتونیم چک کنیم. برای پیکربندی کردن این نودها ما از دستگاه آیکو استفاده میکنیم، آیکو موتیپلکس که یکی از بهترین دستگاه ها برای خودروهای ایران خودرو هست که حتی دیگه در حال حاضر ECU های S100 و دیگر ECU ها رو به خوبی ساپورت میکنه. در زمان تعویض نود یا در زمانی که ما مورد خطایی پیدا میکنیم با جستجو در پیکربندی ابتدای کار میتونیم خطای خودمون رو پیدا کنیم در بعضی از موارد و با تغییرات در پیکربندی اون خطا رو برطرف کنیم. و اگر نود رو هم تعویض میکنیم ابتدای کار باید نود رو دانلود کنیم و بعد پیکربندی رو برای اون انجام بدیم. برای وارد شدن به قسمت مولتیپلکس ابتدا خودروی سمند رو انتخاب میکنیم و بعد از اون مولتیپلکس در قسمت بعدی به قطعات میرسیم، CCN, FN, DDN, PDN, ICN و در قسمت زیر که نگاه میکنید دانلود هر کدوم از آنها قرار داده شده. بحث دانلود خدمت دوستان عرض کردیم که بعضی مواقع یک سری خطاها میتونه بر روی سیستم به وجود بیاد که با دانلود کردن اون نود اون مشکل از بین میره. برای پیکری بندی کردن هم که به طور مثال اگر شما ICN رو انتخاب کنید میتونید Identification، شناسایی، Fault Rating، خوندن خطا، Fault Raising، پاک کردن خطا، Parameter Measurement، اندازگیری پارامترها، Actual Test، تست عملگرها و در نهایت در گزینه Others به قسمت Configuration یا پیکری بندی میرسید. از اونجایی که پیکربندی رو یک بار قبلا خدمت دوستان به صورت کامل توضیح داده شده دیگه از اینجا بر روی توضیحات خودداری میکنیم و به قسمت‌های سیمکشی ماشین میپردازیم. حالا در این قسمت ببینید به طور مثال ICN Configuration، پیکربندی ICN، VIN خودرو، شماره خودرو، تاریخ، به طور مثال حالا اوتوماتیک گیربوکس، آیا گیربوکسش به صورت اوتوماتیک هست یا نه، انجین تیپ، نوع انجین XU7 است، HVAC تیپ، نوع تهویه مطبوع ما به صورت منوال یا دستی هست، فیول تیپ، نوع سوخت از نوع پترول یا بنزین و کلندر تیپ یا نوع تاریخ هم که ایرانیان یا همون ایرانی هست که با تغییرات در این قسمت میتونیم اوکی کنیم و به مرحله بعدی بریم. دوستان میتونن از مجموع کتاب های برقمون استفاده کنن در مورد پیکربندی های خودروی سمند و سورن
این مطالب وجود داره. اگر که در خاطرشون نبود یا از فیلم های گذشته یادشون نبود، میتونن به اونجا مراجعه کنن، مستندات هست و از اونها میتونن استفاده لازم رو ببرن. سعی کنید قبل از اینکه دست به کار یک خودروی مولتیپلکس میخواید بشید، از لحاظ نقشه های الکتریکی اون به صورت کامل هم با خبر باشید و هم در اختیار داشته باشید برای سیستمی که میخواید کار کنید. نقشه های الکتریک به شما کمک میکنه که خیلی راحت بتونید مسیریابی کنید، شروع یک قطعه، پایان یک قطعه، نحوه ارتباطشون به همدیگر رو کامل براتون نشون میده. در خودروی EF7 مالتیپلکس که موتورش الان دارید مشاهده میکنید، تقریبا همانند بقیه موتورها عملکردشون از لحاظ سیستم انجکتور میشه گفت که یکسان هست، تفاوت آنچنانی نداره. قطعاتی که استفاده شده در خودروی EF7 ECU، حسگر فشار و دمای چند راهه هوا که در واقع همون مپ سنسور و مد سنسور در یک قطعه هست، حسگر موقعیت مین لنگ یا سرعت دور موتور، حسگر موقعیت میل بادامک، حسگر کوبش یا سنسور ضربه، اینو با سویچ ضربه یا سویچ انرژی اشتباه نگیرید، سنسور دمای آب، سنسور اکسیژن، شیر کنیستر، حالا عنوان میشه به نحوهای گوناگون، شیر محفظه جمع کننده بخارات بنزین، حالا خوبه ایش این هست که در آخرش کنیستر رو اعلام میکنه و ما خیلی راحت متوجه میشیم که منظور شیر برقی کنیستر هست، حسگر سرعت یا سنسور سرعت، حسگر تصادف یا کلید ضربه یا سویچ اینرسی، سیمپیچ افروزش یا همون کوئل هست، افشانه بنزین یا انجکتور هست، دریچه گاز مکانیکی، شیر زمانبندی متغیر سوپاپ ها، پدال گاز مکانیکی و دسته سیم موتور. پس ما متوجه میشیم که قسمت دریچه گاز ما به صورت قدیمی داره کار میکنه و پدال گازمون هم به صورت قدیمی هست، از سنسور استفاده نشده. جایگاه قطعات رو اگر بخوایم بر روی موتور ببینیم، میتونیم دریچه گاز مکانیکی، حسگر دما و فشار چند راهه که بر روی منیفولد قرار گرفته، شیر زمانبندی متغیر، کوئل جرقه که دقیقاً بر روی شمع‌ها قرار گرفته، حسگر موقعیت میل سوپاپ، افشانه بنزین یا انجکتورها، حسگر کوبش یا همون سنسور ضربه که در پشت سیلندر وجود داره و سنسور اکسیژن که بر روی اگزوز قرار گرفته. فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید، زنگوله رو به صدا در بیارید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، روز روزگار خوش.